مقاله 84 فدرالیست رو داریم مرور میکنیم. گفتم چند تا این کتاب هایی شاید نشونتون دادم، اگرم ندادم ببینید. اینا البته الان همش دیگه روی اینترنت، اینا خیلی کمک میکنه برای کسایی که بخوان یه مقداری بیشتر در مورد قانون اساسی آمریکا پژوهش بکنن و بیشتر یاد بگیرن. خب The Founders Constitution، اینم پنج جلد فکر میکنم. اینجا یه مقداری بهتر بتونید بخونید اینو. خب باقی مقاله رو زر بخونم. It may well be a question whether these are not upon the whole of equal importance with any which are to be found in the constitution of this state. The establishment of writ of habeas corpus, the prohibition of ex post facto laws, and of titles of nobility. میگه ما این چیزهای خیلی مهم رو کردیم، اصلا گذاشتیمش توی قانون اساسی. اینا خیلی مهمه، مثلا هیبیس کورپس، حالا خودتون بعدا میخونید، لاتینه، یعنی تحویل بدن یک کسی. خب حالا شهر بدم بهتون، وقتی که یکی رو بگیرن، مثلا یه کلانتری یا یه کسی توی شهر یکی رو بگیره بکنه تو زندان، خب و بگه همینجا بیشین تو اولف دنیا چیکت در نیاد، همینجور ایالت، شهر، مملکت، خرتوخر بگیرن طرف رو بکنن تو زندان. اینجا برداشتن تو قانون اساسی آمریکا و چیزهای حقوق سنتی که مردم داشتن، یعنی سنت قضاییشون، اینه که یه قاضی میتونه دستور بده که این طرف رو، یعنی بدنش رو بیارید، یعنی خودش رو بردارید بیارید جلوی قاضی و بگید که برای چی اینو کردیدش تو زندان، وقت قاضی قضاوت بکنه که کار اشتباهی کردید یا نه. بس این هیبیس کورپس جلوی استبداد رو میگیره، جلوی خودسری یه به اصطلاح رهبر رو میگیره که نتونه همینجوری مردم رو بکنه توی لفتونیو تا دلش میخواد نگه داره. پس این میگه ما هیبیس کورپس رو احترام بهش گذاشتیم، writ of هیبیس کورپس بهش میگن و خودتون میخونید. بعد قوانین اکس پست فکتو لا، یعنی مثلا چیزی رو که پارسال غیر قانونی نبود نهایت الان امسال یه قانونی بنویسید، بعد برید اون کاری رو که پارسال غیر قانونی نبود، برید اونایی رو که فکر میکنید مجرمن بگیرید. میگه این که پارسال غیر قانونی نبود، این کارا رو استفاده میکردن ناکسا دولت مردای اون زمان که برن حریفاشون و دشمناشون رو بگیرن بکنن دو زندان. و میگه از طرف دیگه titles of nobility نمیدیم، شبیه انگلیس نیستیم که مردم رو بکنیم لورد فران، سر فلان. میگه ما تازه از انگلیس بریدیم، نمیام که تو مرتبه یه مجلس خواص را بندازیم و به مردم تیتر بدیم و از این برنامه. بعدش هم میاد از آقای بلکستون که یکی از مشهورترین قضات اون زمان انگلیس بود و کتابی که نوشته بود که Commentaries on the Laws of England، یه شرحی و نظری به قوانین انگلیس، میاد از اون دو سه تا نقل قول میکنه که میگه آقای بلکستون گفته To brief a man of life، says he، or by violence to confiscate his estate without accusation or trial would be so gross and notorious an act of despotism as must at once convey the alarm of tyranny through the whole nation. بعد میگه بفرما شاهد ما همین آقای بلکستون، ما اومدیم توی این قانون اساسی یک بندایی رو گذاشتیم که کسی نیاد
یه دفعه بریزه توی خونت، ملک و مالتو بگیره، یا نمیدونم جونتو بگیره و اینا. چون میگه یه همچین چیزی بزرگترین نشونه اینه که داره استبداد وارد کشور میشه. بعدش هم به مرتبه از همون نقل قول میکنه، میگه این قانون Writ of Habeas Corpus یکی از بزرگترین ضامنای آزادی در بریتانیاست و برای اینه که ما برداشتیم تو این قانون اساسی گذاشتیم که اینو نمیشه شما لغو بکنی مگر اینکه دشمن هجوم آورده تو کشورمون یا آشوبی راه افتاده. که البته اینجا پرانتز وا بکنم، آقای ابراهام لینکلن که من فکر میکنم بهترین رئیس جمهور آمریکا بوده و خواهد بود، اول جنگ داخلی مجبور شد که این writ of habeas corpus رو سسپند میگم بکنه، یعنی یه مقداری فعلا بذارتش کنار. چه دلیلی؟ میگفت آشوب شده دیگه، insurrection آشوب شده، میگه قانون اساسی هم به ما حق میده که ما اینایی که میخوان کشور رو نابود بکنن بگیریم و بکنیم تو زندان که کمک به دشمن نکنن، کشورمون رو نابود نکنن و اینا. حالا اینو میرسید میخونید و باز من نمیتونم به این مسئله مهم تکرار به اندازه کافی بکنم که این مقاله فدرالیستی که ما داریم میخونیم این الفبای فدرالیزمه. ما میخوایم رشد فدرالیزم رو توی آمریکا مطالعه بکنیم، ولی مهمه که اولش که راه افتاد و اینا بنای فکریشو پیاده کردن و اینا آدم مطالعه باید بکنه دیگه، والا ما بیشتر کارمون مطالعه تمدن آمریکاست. ببینیم چی شد که این جنوبی های آمریکا اینجوری به با کل شقی و حماقت کارو کشوندن به جنگ داخلی و آقای لینکلن چه کارهایی کرد، چه انرژی نشون داد، چه واقعا چه بزرگواری نشون داد که تونست تا آخر راه واست و این کشور رو نگه داره که ما الان راجع به فدرالیسم صحبت بکنیم. من چند جا به چند تا از این اساتید آمریکایی که یه ایمیلی زدم و ازشون نظری خواستم غیر مستقیم گفتم که شما که دارید راجع به فدرالیسم و اینا حرف میزنید و مطالعه میکنید، آقای لینکلن نبود اصلا دیگه الان فدرالیسمی نبود که شما راجع بهش بشینید صحبت بکنید. اول آمریکا تاریخ قسمت چند سال اول آمریکا مردم که نمیشستن بشینن فدرالیست پیپرز رو بخونن. بعد جنگ داخلی آمریکا بود و اوایل قرن بیستم که یواش یواش مسئله فدرالیسم دو مرتبه مهم شد و بیشتر بهش اشاره شد. البته جنوبی ها میگرفتن اینو درست وارونه میخوندن ناکسا قبل از جنگ داخلی طوری که به نفعشون بود. حالا بگذاریم و من پرانتزو ببندیم، ببخشید، بریم فعلا تا ویدیوی بعدی خدمتتون.